قرباني خو واجب وو. لكن دا نظر په صيغه باندې چې سړی ذکر کو پر انسان باندې واجب شو مؤکد شو. حتی کچیر انسان فقیر هم وي په هغې باندې قرباني لازم او واجب شو. او بل یو سړی فقیر دی په هغه باندې قرباني واجب نه دی، لارو بازار ته او یو حیوان برابره خبره دی غوا ده او پسه ده واخیستله د قرباني دپاره او کور ته راوسته او کور ته کله چې راوستله ویل چې دا د قرباني دپاره دی، حال دا دی چې پر ځان باندې خو نظر نده کردی، بالای خود نظر نکرده است، لکن خریداری کرد، متوجه باش. با اولادایش گفت که برای قربانی است، در حالی فقیر است، قربانی بالاش واجب نیست. گوسفندی را خریداری کرد آورد به خانه خود، با اولادایش گفت که اینا با قربانی خریداری کرد، بالاش واجب شد ذبح این گوسفند. اگر چو به لفظ نگفته که من به خاطر خداوند گوسفند را قربانی خواهم کرد، نگفته، فقط تنها خریداری کرده است. علما میگن فعلی را که انجام داده است قائم مقام نظر است، فعلی را که انجام داده است که او خریداری گوسفند است، دام در نظر پشاندی پا جبه باندی خودسو ندی ویلی دی، در نظر الفاظ ندی استعمال کرده، لکن چکل در فعل وکو چیغا اخستل د قربانی و د حیوان و کور ته راوست وای چې ما د قربانی د پاره دا اخستلی، دم په دې باندې لازم شو، واجب شو. دریم قسم د واجب چې کوم انسان غنی وي چې یو نصاب مال ولري، نصاب اندازې ممتاز ته معلوم دی چې چا چې مالک او څوک چې مالک د 15 اتیا ګرامه سره زر چې وي یا دغې په مقابل کې جنسی تجارتی ولری، نو دغی تا مونگا مالک نصاب وایو او پاگه بند قربانی واجب دی. او دوم قسم قربانی دوستانو قربانی تطوعی یا نفلی دا حقا دادا چه انسان فقیر دی نو قربانی کئی، بل دا امام ابو حنیفه پا مذهب دا مذهب پا اساس یو انسان مسافر دی او قربانی کئی، دا امام صاحب په مذهب کې په مسافر باندې قرباني واجب نه دی، لیکن چې قرباني وکړي جایز دی. توجه باشین که بسیار نکته مهم است، سوال مطلقا حل شد. دوستا پرسان میکنن که مثلا 20,000 افغانی دارم، آیا قرباني بالای ما واجب است؟ نه خیر، 20,000 یا 15,000 افغانی بلا حاجت دارم. در مذهب امام صاحب قرباني بالای انسان واجب نیست، کلمه واجب فرق کنه، بالای واجب نیست. یک تعدادی از دوستا فکر میکنن که البته این معنی معناست که قربانی ما درست نیست، بدی که غلط فهمی کیگی، واجب نده لیکن کولیشی عبادت دی، کوکی ثواب پکشته، نفلی قربانی کیگی. متوجه شدیم؟ یک کسی مسافر از طور مثال، بالای مسافر نماز جمعه لازم نیست، لیکن یک مسافر می آید به نماز جمعه، وقتی که آمد نماز جمعه را ادا کرد، نماز جمعه قائم مقام نماز ظهر شد، نمازش صحیح شد. بناهن در دیگر مذاهب کمی سخت گرفته است، حتی حضرت امام احمد بن حنبل میگه اگر کسی نداشته باشد پول قربانی را قرض بکند و قربانی بکند، به شرطی از اینکه توانی پرداخت قرض داشته باشد. همچنین در مذهب امام مالک کسی که پول قربانی داشته باشد، و در مذهب امام شافی کسی پول قربانی داشته باشد قربانی بکنه. من نمیخوام که در مذهب فقهی دوستارا سرشان گیج بکنم، به هر حال در مذهب حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قربانی دو قسم شد، قربانی واجب، قربانی مستحب و نفلی. یک انسانی که بالایش قربانی واجب نیست میگه چرا من از یه عبادت محروم باشم؟ الحمدلله 30,000 افغانی دارم، 40,000 افغانی دارم، 20,000 افغانی دارم، 7,000 افغانی از یه گوسفند میخرم قربانی میکنم. بسیار کاری خوب کرد، قربانیش درست است، عملی خوبی را انجام داد. چرا؟ حدیث شریف است
در باره فضایل قربانی. ما من عمل عمل ابن آدم عملا احب الى الله من اراقه الدم. هج عملی در روز عید قربان به نزد خداوند محبوب تر نمی باشد از ریزاندن خون. چرا حیوانی را که انسان ذبح میکنه در روز قیامت مجسم می شود، کیفیتی از روح خداوند خودش. فإنها تأتي يوم القيامة بضروب بقرونها وأظلافها وشعارها، يعني مجسم شده با موی و شاخ و تمام هیئتش متشکل میشه در روز قیامت. اشاره به طرف عزیز که به نزد خداوند ثواب عزی و فضیلت عزی محفوظ است. دوستای عزیز، بناء کسی که توان قربانی نداشته باشه قربانی بکنه هیچ مشکلی وجود نداره، ولی کسی که غنی باشد بالای از او قربانی واجب است. بالای انسان غنی قربانی واجب است. وقت قربانی روز اول عید نتانست، بعضی موانع شرعی وجود داشت، یا در روز اول عید غنی نبود، در روز دوم عید غنی شد توان پیدا کرد، قربانی بالاش لازم. در روز دوم عید نتانست قربانی کردن، در روز سوم عید موانع رفع شد، قربانی را میتونه ذبح کنه. سه روز، اول دوم سوم. حکمت و فلسفه بدون شک با حکمت و فلسفه احکام شرع به شکل درست ما پی برده نمیتن. کلش الله ویش موزو کرد دا جایزه نده چی یو مسلمان ادری یا ویش حکمت و فلسفه دا موز چی شید، زکر چی کم شید چی الله و پیغمبر ویشی وکا پدی که گتا ده او پدی که انسان تا فوائد دی منافع دی چی انسان نپویگی. لیکن بیا علماء کوشش که چی ده هر عبادت دو پاره کمی گتی وی او کمی فلسفی وی کم حکمت دی نهاغ ذکر کهی که دا یعنی حکمت او فلسفه دا قربانی چی دی چی من پا هر کال که یوز القربانی دا پا حقیقت که شکرانه دا نعمت دا اللہ دا. نعمت نوائیو نعمتونه نعمت دا جوند، نعمت دا اسلام او نعمت دا توفیق، نعمت دا صحت او الله تعالی مال در کرده، نعمت دا مال دا طول نعمتونه دی چی داغی پا وجه انسان قربانی که. او بلا خبره داده چی احیاء او جوندی کول ملت دا ابراهیم علیه السلام چی خپل زوی قربانی تا آماده کرو او زوی قربانی تا آماده شو سنگه چی پا قرآن پاک کرا گلید. او بل پت شو دا خبره دوستانو چه قربانی دی کم حیواناتو نجایز دی، یو دا سوال دی. او بل سوال دا دی چی لکه ما مخی تاستو عرض وکو چه نن فقیر بحث لرو او فقیر انشاءالله صحبت دی زمونگ، آیا دا مولی دا طرف نا قربانی جایز دی او کنه. او دریوم، یو انسان پا کور که ما شمان لری خزه لری یا ما شمان نوایو یعنی زمون لری کشران و مشران، کلا چی یو انسان یو پسه حلالی، آیا دغا پسه یا دغا قربانی دا خو غوا نده چی او کسان پا کشریش، زکا چی غوا او اوخ پا دی که او کسانو پوری پا دی که شرکت کولش او باقی حیواناتو که دانشتا دی او کس نکی، آیا دغا قربانی او دغا پسه چی انسان حلالی دی زان دا طرف نوش ولا او کنه دا فامل دا طرف نه فامل هم پا کشریک شد، پا دی که دو نظر دی. یو نظر دادی چی بلی فامیل هم پکی شریک شو، ماشومان هم پکی شریک شو، ازامون هم پکی شریک شو. او بل نظر دادی چی پاوی باندی قربانی نشتا، داغ پسا چی سرای حلال کو دیزان دو پارا قربانی وکلا، دا صدقی فیتر نده و سرسایا نده چی پپلار باندی لازم وی چی دیزان دو پارا زنم سرسایا ادا کی او دا فامیل دا طرف نه او دا ماشومان او دا دغینا ادا کی، دا دوارو پمینز کی فرق دی. یعنی یک کس وقتی که قربانی میکنه گوسفند را، آیا این گوسفند فقط از طرف پدر شد و یا اینکه اهل و فامیل هم در بر میگیرد؟ یک نظری فقهی همیسته که از طرف پدرم شد از طرف اولادم شد،
و نظر دیگه از اینکه اولاد خوب فقرا هستن، دارایی از پدر است، بالای او قربانی نیست. خب به هر حال مشکل نبوده است. وقتی که یک انسان، اگر بچه های انسان در حالت صغارت هستن و از خود مال ندارن، یا کلان هستن و از خود سرمایه مستقل و مالداری ندارن، بلکه همه زندگیشان گره خورده است به زندگی پدر، بالای اولاد قربانی واجب نیست، بلکه بالای پدر قربانی است. خب آیا انسان از طرف خانم خود قربانی کردن میتونه و یا خانم خودش باید مستقل قربانی بکنه؟ در صورتی که سرمایه داشته باشد، خانم از خود سرمایه و مال داشته باشد، قربانی بالایش واجب است. قربانی خانم بالای شوهر واجب نیست، الا در صورتی که تبرعاً خانم خود در قربانی شریک بسازد، در اون صورت قربانی درست شد. یعنی به این معنا که گاو گرفت یا شتر گرفت، در او خانمش هم شریک شد، یا خانم بالاش قربانی سر ثواب قربانی شوهر خانم خود شریک میسازد. و اینکه دو گوسفند میگه یک گوسفند تو حلال بکن، یک گوسفندم جوانی میکنه، یک گوسفند به خانم خود و یک گوسفند از طرف خود حلال میکنه، قربانی از طرف خودش هم شد و خانم هم قربانی کرد. اما در صورتی که فقیر هست خانم، از خود سرمایه مستقل ندارد، قربانی بالایش واجب نیست. اما وقتی که شریک است در زندگی با شوهر خود، شوهر میگه همه زندگی که در خانه هست ما بین موت و شریک است، مشترک است، شریک هستی در زندگی با من. یک سری ما مردم افغانستان فکر کنم که همین احساس وجود داره، که در فامیل ها خانمی تو احساس نکند که همه دارایی از شوهر است، بلکه برش احساس داده شود که دارایی که در خانه است مشترک است، تا اینکه او بتواند به دلگرمی دارایی خود گفته، مال خود گفته، سهم فعالی در خانه داشته باشد. خب به هر حال این موضوع هم انشاءالله حل شد که انسان وقتی که قربانی میکند، به یک نظری فقهی قربانی از طرف اولادش هم کفایت میکند، از طرف خودش هم، و دیگر نظر هم ایست که بالای اولاد وقتی که از خود سرمایه ندارن قربانی نیست. برو اگر سرمایه داشته باشن، آیا قربانی بالای اولاد است؟ اولاد دو قسم شد، اولاد کلان و خرد. اولاد کلان باشه خودشان قربانی بکنن، بالایشان لازم است که قربانی بکنن، از خود سرمایه دارن. اولاد خردی که از خود سرمایه داشته باشن، طور مثال اطفال هست که برشان بخشش مال و دارایی از طرف پدر کلانشان داده شد، چی شد؟ غنی شد، چطور شود؟ در اینجا هم دو نظری فقهی وجود داره. به یک نظر پدر میتواند که از مال اولاد صغیر خود برای اولاد صغیر قربانی کند. دوم نظر ایسته که قربانی یک عبادت محض است و طفل و یا صغیر اهلیتی او را ندارد، در مال صغیر قربانی نیست. هر دو نظر قابل احترام. دیگر سوالی که مطرح می شود، یک کسی خود در اروپا زندگی می کند یا در امریکا و قربانیش در افغانستان می شود، آیا صحیحست؟ خبلا پا غرب کیوسیگی، پا امریکا کیوسیگی، پا هندوستان کی یا پا اروپا کیوسیگی، او پا افغانستان که داغ قربانی که گای جایزه دو کنه، اصل پا کم زایی که انسان اوسیگی پا کار دادی، پا اصل که التا قربانی او که او دادی وخه التا فقیرانو تورکی و محتاجانو تورکی، کلا چی التا احتیاجی دوی کچیری پا کم زایی که اوسیگی چی مستحقین یا نوی یا کموی، او پا بل زایی که حال دادی چی لره دی مستحق خلق فقیر خلق زیاد دی، بهتر خبر داده چه اغا زی تقبل قربانی واسه. لکه سنگه چه زمان فکر کم چه اکثر افغانان داسته که پیسه را لیگ افغانستان تا او سوک ده زن ده طرف نه